چطور این بچه من هاپلیزم و خیلی خوش اومدید اگه اشتباه نکنم به پارت 18 همه بازی هارت سافایران. بچه های گل توی خونه مطمئنن پارت قبلی رو دیدید دیگه، اصولا کسی نمیاد پارت 18 هم رو ببینه بدون اینکه پارت قبلی رو دیده باشه. یعنی این سری که الان دارم براتون میذارم طولانی ترین سری هارت سافایران هم بوده تا به حال و امیدوارم که شما بچه هم این سری رو دوست داشته باشید. یادم اوایل که این سری رو شروع کرده بودم خیلی ها میگفتم بابا دو سه پارت میذاری، پنج شیش پارت میذاری میری، چی شد ها کجا اید؟ پارت 18 همه، تازه هنوز کارامون هم تموم نشده، کلی کارم برای انجام دادن داریم و تازه پارت 18 همیم. اون کسایی که این حرفو میزدن کجان؟ تو کامنت ها سری خودشون رو معرفی کنن تا من یک دیسلایک برشون بزنم و این جانب ناراحتی خودم رو به اون اشخاص اعمال کنم. ولی بچه‌ها از اینا که بگذریم، پارت قبلی اتفاقی که افتاد ما اومدیم چند تا کشور آفریقا بگیریم، کنیا حمله کردیم، فرانسه پشت کنیا در اومد، بعد از اون ور امریکا اومد پشت فرانسه در اومد، بعد فرانسه رو گرفتیم، اسپانیا رو گرفتیم، دانمارک رو گرفتیم، همونطور اروپا رو گرفتیم، امریکا رو از اینجا انداختیم بیرون. اوکی، این اتفاقی بود که پارت قبلی افتاد. البته که یه سری از ریلوی گان هاشون رو جا گذاشتن. سه تا ریلوی گان کانادا اینجا جا گذاشته و یه چیزم امریکا اینجا جا گذاشته بود. نمیدونم حالا کدوم گوری، ولی خبره. یه سری چیز میزاشون رو جا گذاشتن، ولی از اون ور بچه‌ها من یکم آف رکورد بازی کردم و تونستم مدیترانه رو به کل دست بگیرم. یه پوینت بچه خیلی جذابی هم توی این بازی من کشف کردم، اونم اینه که ما میتونیم دریاها رو ببندیم. وقتی رو دریا کلیک کنی اینجا گزینه اکسس داریم، برای مثال میتونیم اینو بزنیم و بلاک کنیم اون دریا رو، یعنی ورود و خروج به اون دریا توسط نیروی دریایی ما دیگه تماما بسته میشه، یعنی هیچکی نمیتونه بیاد تو. این رو من تازه بعد 4 سال هارت سافایرون بازی کردن یاد گرفتم. خیلی هم پوینت ساده ایه ها، یعنی یه کلیک میکنی رو دریا این پایین اکسس، خیلی چیز ساده ایه. ولی خب بعد 4 سال حالا امروز کشفش کردم. ولی خب بچه ها از اینا که بگذریم، الان تنها دشمن ما در این دنیا کیه؟ امریکا، کانادا، مکزیک، همین هن. و خب ما باید با اینا بجنگیم دیگه، درست؟ موضوعی که الان هست این وضعیتی که میبینید وضعیت دریاهای جهانه. جاهایی که قرمزن تماما توسط دشمن بسته شدن، جاهایی که سبزن تماما توسط خود ما بسته شدن، این جاهایی که اینطوری قرمزن هم باز توسط خود ما بسته شدن. البته این جایی هم که اینطوری قرمزن ممکنه که به خاطر عدم وجود نیروی دریایی ما باشه و اون دریا کلوز نباشه، برای مثال اینجا کلوز نیست، بسته نیست، ولی خب قرمزه. چرا؟ چون نیروی دریایی ما اینجا حضور نداره. به کل این وضعیت دریاهای جهانه. ولی خب بچه‌ها از شانس بدمون بین ما و امریکا یه اقیانوس فاصله هست، پس به این راحتی ها نمیشه توسط نیروی دریایی نیرو منتقل کرد و اینجا خاک امریکا رو گرفت. اصلا این خیلی سخت و ناممکنه، ولش کن. من برای حمله به امریکا 2 تا پلن داشتم. از این بالا که نمیتونستیم به هیچ عنوان شروع کنیم، البته شانس کوچیکی داشتیم که اول حمله کنیم گرینلند دانمارک رو بگیریم، از اینجا بریزیم رو سر کانادا و بعد بیایم پایین. بریزیم سر کی؟ بریزیم سر امریکا. این یکی از راههایی بود که ما میتونستیم انجام بدیم. یه راه دیگه هم داشتیم و اونم این بود که از طریق افریقا، از طریق این بندری که اینجا داریم، حمله کنیم به کی؟ به برزیل. و این دوتا بچه تنها راههایی بودن که ما داشتیم. ولی خب من بالا پایین کردم، فکر کردم، گفتم چیکار کنیم چیکار نکنیم. تصمیم گرفتم که نیروها رو از این پایین خیلی سوسکی انتقال بدم کجا؟ بیارمشون مکزیک. و الان یکی از فرماندهان عملیاتی ما در مکزیک حضور داره و دیگه راه رفت و آمد ما به قاره امریکا به کل باز شده. گفتم استراتژی‌های مختلفی داشتیم، ولی خب آف رکورد من داشتم اینا رو تست می‌کردم. این یه دونه جواب داد، سخت ترینشون هم بود. یعنی بعد اینکه من این استراتژی رو پیاده کردم، دیدم اگه از طریق ایسلند حمله می‌کردیم کانادا چقدر میتونست کار راحت تر باشه. ولی خب الان یکم توی مکزیک خاک داریم و وقت اینه که یه استراتژی جنگی به این کاماندر بدیم تا مکزیک رو کلن جارو کنه، بده دستمون. این کاماندرمون کم کم کارش رو شروع کنه. 120 واحد نیرو تحت اختیار داره که
اصلاً کم نیست و باید واقعا بزنه مکزیک و آمریکا، همه رو باید پاره کنه این کاماندر. شوخی نداریم، من به شدت بهش امیدوارم. چرا؟ چون این 120 واحد متشکل از بهترین نیروهای ما هستن. من چینش نیروهامون رو به کل عوض کردم، الان 10 تا فرمانده عملیاتی داریم، 11 تا فرمانده دفاعی. فرمانده های دفاعی ساده ترین نوع یونیت رو در اختیار دارن، یعنی اینفنتری ساده که متشکل از 2-3 تا آرتلری و 7 اینفنتری و اینجور چرت و پرتاست. ولی این یکی نیروها رو شما ببینید چقدر چیز میذاره: آنتی ایر، آرتلری، لایت تانک، آرمورد کار، کلی امکانات این نیروها دارن. پس به این خاطر نیروهای تخت اختیار این 10 تا کاماندر نیروهای عملیاتی ما هستن. عملکرد به نسبت مناسبی هم دارن. الان توی مکزیک ما داریم پیشروی میکنیم. نایس. به شخص ازشون راضیم. امیدوارم فقط بتونن خاک بیشتری از این مکزیک بگیرن که من با پشتوانه اون بتونم یه سری هواپیما بیارم روی کار و بزنیم دهن این مکزیک رو سرویس کنیم با هم. البته بچه‌ها از این ور امریکا داره بهمون رکب میزنه، فکر کرده خیلی زرنگه، پشتم میخواد خاک بگیره بیا. اینجا رامست میکنه، الان نیرو اعزام میشه اونجا رو میبنده. این اصلا دشواری چندان مشکل و اینا نیست. و نایس بچه، چه پیشروی عجیب و غریبه هم دارن نیروهامون میکنن. نایس. الان دم گوش مکزیکو سیتی هستیم و بگیریمش دیگه کلن مکزیک فلج میشه و این خیلی خبر خوبیه. کانادا میدونه که چه اتفاقی داره اینجا میفته، سر همین یه عالم نیرو اعزام کرده. ولی امریکا جدی نگرفته اون جنگو. امریکا داره از این ور از مرزهای شرقی ما توسط نیروی دریاییش به ما فشار میاره که بعضا شکست میخوره، بعضا وین میشه. ولی بچه یادتونه اینا رو مستقل کردم، ببینید چقدر نیروی دریایی ژاپن و چین الان به داد ما رسیده. همشون نیرو ساختن، نیروی دریاییشون رو گسترش دادن و حداقل هم از پس خودشون برمیان و هم میتونن از این مناطق دفاع کنن. اینه که مهمه. نیروهامون هم که از اینجا ماشاءالله دارن قوقا میکنن. رسیدیم مرز امریکا. برو درسته، برو درسته، بریم پاره کنیم امریکا رو. و نایس بچه، واقعا تبریک میگم، مکزیک جمع شد. یعنی یه لحظه من بلند شدم ببینم دوربین رکورد میکنه یا نه که چیش شد. سوئیس جان، جاسوس سوئیس توی کشورمون دستگیر شد. سوئیس هم مگه از این کارا میکنه؟ این سوئیس بیپدایی مگه اصلا دخالت میکنه توی کارهای دنیا؟ اینکه تا جایی که من یادمه همیشه سرش تو چیز خودش بود، بچه خوبی بوده همیشه. اینکه دخالت کرد موضوع واقعا عجیبیه. از این پایین مکزیک اومده یه ذره خاک گرفته، البته امریکا اومده ساپورتش. باید نیرو بفرستن برن بالا سرش اونم بخوابونن. البته اینجا فرودگاه بود، ای وای افتاد دست اونا، باید نیرو بفرستم. ولی خب جدای از اون دیگه واقعا داریم میرسیم به مرز امریکا و گرفتن امریکا بچه قراره لذت بخش باشه. وای وای چه حالی قراره بکنیم. امریکا هم کشور گندهیه، یه سوراخ اگه توش بتونیم پیدا بکنیم کارش ساخته است. و از اون ورم من ضعف وحشتناکی رو سر امریکا احساس میکنم. این امریکایی نیست که بچه باید باشه. اگر امریکا واقعا یک توان درست حسابی داشت، اصلا اجازه نمیداد ما به این مرحله برسیم، اجازه نمیداد مکزیک دست ما بیفته. واقعا من انتظار داشتم از مکزیک حمایت بهتری رو بکنه که این کارو نکرد و ما الان به مرزش رسیدیم و بریم تو مملکتش دیگه تمومه. مکزیک هم تسلیم شد، هیچ ان خاصی بهمون نداد خدا رو شکر. ولی از حق نگذریم، همین که تسلیم شد برامون کافیه. بله برو بریم برای پیشروی در داخل USA. اگه همین کاماندر 120 واحدی بتونه امریکا رو شکست بده، من به جرأت میتونم بگم که ما 10 برابر قدرتمندتر از امریکاییم در حال حاضر. چون ببینید من چقدر کاماندر دارم و فقط 5 از کاماندرام اینجا دارم میجنگن. امریکا بچو واقعا ضعیف شده، از حق نگذریم، واقعا ضعیف شده. و من با اینکه توی این شرایط خیلی کارهای زیادی میتونم بکنم، هیچ کاری نمیکنم، فقط نیروهامو فرستادم. یعنی اینجا الان فرودگاه داره میفته دست من دیگه. فقیر که نیستیم، کلی هواپیما داریم، تا دلت بخواد ما هواپیما داریم. هواپیما من نمیارم روی کار. البته حیفه، بذار یه تعداد بیارم. حالا این تعریف از خود کردیم، یه تعداد بیارم بدمش دست این کاماندر. این کاماندر خودش ازش
استفاده کنه به امید خدا. امیدوارم استفاده بکنی ها. این هواپیما رو من تزیینه دست تو ندادم، امیدوارم ازشون استفاده بکنی. مکزیک بچه رو کلن سقوط کرد، امریکا نصفش رفت، باورم نمیشه. ولی خب ما باید به سمت شرق امریکا حرکت کنیم. اگه الان بخوام نیروها رو به سمت شرق ببرم، سر غرب به مشکل میخواه. اصلا نیروها دارم میخورم، پشمام ریخته. چیکار دارن نیروها میکنن؟ ناموسن نیروهامون بچه چیکار دارن میکنن؟ پشمام ریخته. در هر صورت بچه نیروهامون به استراتژی جدید نیاز دارن، پس حتما این کار رو الان براشون انجام میدیم و این هم از استراتژی جدیدشون. برن اینجا رو بگیرن، شهرهای مهم امریکا تازه اینجا هاست، اینجا رو برن بگیرن، دهنه این امریکا سرویس بشه. دوتا از کاماندرامون هم بلا اومد رو سرشون که حالا اونا مهم نیستن. از این ورام که امریکا و کانادا رو رکبی بهمون نتونستن بزنن، بجز اینجاها که جنگ های دریایی و هوایی داریم. ولی خب دیگه دیره، واقعا امریکا دیگه واقعا براش دیره. به شخصه هیچ شانسی براش نمیبینم. با دادن دستور حرکت به کاماندر عزیز و هیمالیایی خود، دیگه صحنه های زیبای خورده شدن امریکا، مجبر امریکا. بله امریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. همینطور چون میبینید الان نیروهای ما اونجا هم دیگه دارن میجیرن. الان اینجا دارن میرن به سمت کاخ سفید. کاخ سفید کجاست؟ اینجا واشنگتن اینجاست. بله میرن اونجا، اونجا چیز میکنن. بعدش دیگه این ورا هم چه خبری نیست، اینجا کلا خالیه. یعنی یه دونه الیه چه اینجاست. اینجا دیگه نیروهای ما دارن پیشروی میکنن، نیروهای ما رسیدن الی. ببین اینجا داره امریکایی داره مقاومت میکنه، تانک های مالیایی دارن میرن جلو. برو الیو بگیر. آه باز اومد امریکایی، باز اومد امریکایی اومد، ولی خوش شکست خورد. الی افتاد دست ما بچه. الی الان دست ماست. بعد الی یه شهر مهم دیگه هم از اون سان فرانسیسکو که باید بگیریمش، اسمشو این سریز اسکایلاینز همون بکنیم سان هیمالیاسکو. اینم یکی از پلن هایی است که من دارم. ولی خب فوکس اصلیمون، پلن های اصلی جنگیمون برای این قسمته که باید سریعتر اینجا رو بگیریم. و علاوه بر اون من واقعا مشکلی نمیبینم. یعنی من انتظار داشتم این یکی نیروها رو هم نیاز بشه اعزام کنم امریکا، ولی خب نیازی نیست. یعنی همین پنجای اولی جواب بودن. واقعا این امریکا که میگفته خیلی ضعیف بود، چه شکست خورد، چون این اصلا توادم قابل با من را نداشت. این چین هم از پالت پاپت لول آپ شد رو کلونی، ای خدا داره راه ایتالیا رو میره. باید بعد از جنگ چین و ژاپن و اینجور کشورها رو یکم ضعیفتر بکنیم. دقیقا همون بلایی که سر ایتالیا آوردیم رو باید سرشون بیاریم، وگرنه همون راه رو دقیقا میرن و برمیگردن جلو ما وای میستن، پررویی میکنن، میگن اینجا رو بده به ما. در صورتی که خیر، ما جای چیزی به کسی نمیده. پشمام بچه ریلوی گان های ما چجوری تونستن بیان امریکا؟ این برا من سواله. الان من اگر به یک کاماندر دستور بدم باید از طریق نیروی دریایی مثلا بیاد امریکا، خب هزار تا مشکل براش پیش میاد، اصلا به این راحتی ها نیست. ولی به طرز عجیب و آسونی ریلوی گان رو جابجا میکنن. یعنی واقعا یکی از عجایب بازی هارت سافایران همینه. ریلوی گان ها کلا پخش، حالا اصلا کاماندرایی که دارن توی امریکا میجنگن ریلوی گان زیر مجموعه شون نیست. چه جوری تونستن ریلوی گان بیارن اینجا رو من نمیدونم. ولی خب بچه ها همونطور که میبینید واقعا هیچ چیزی از امریکا باقی نمونده و واقعا پشمام ریخته. امریکا انتظار داشتم خیلی قوی تر باشه، خیلی انتظار قوی تر بودن ازش داشتم، ولی خب واقعا ضعیف بود. و حتی به همون رکبم سعی نکرد بزنه. یعنی مثلا الان درسته من دور تا دور مملکتمون نیرو گذاشتم، حواسم بوده، مملکت رو ول نکردم، ولی حتی دقل با نیروی دریایی شیکاش یه حرکتی میزد. امریکا به شدت داره از ما شکست میخوره و کل هزینهش خب از الان به بعد، یعنی یه دونه اگه من بیام اینجا رو اینطوری کنم، اینم از این امریکا شکست خورد، تمام دیگه هیچ چیزی از امریکا باقی نمیمونه. حق نگذاریم، خیلی حال میکنم میگم امریکا. خیلی حال میده، خیلی کلمه خوبی امریکا. چی امریکا خوبه، لهجه مازندرانی امریکا. بابا
البته من از لهجه مازندرانی فقط همین امریکاشو بلدم، هیچ چیز دیگه‌شو بلد نیستم، ولی خب این یه دونه خیلی در این شرایط واقعا داره به من حال میده و واقعا شکست خورد، واقعا امریکا شکست خورد. انتظار جنگ، انتظار داشتم دو سه پارت درگیر جنگ با امریکا و کانادا و این کشورها باشیم، ولی واقعا اصلا what the hell پاره کردیم. کانادا هم که کلن هیچی نداره، قلمروهاشو اگه حساب نکنیم، استاناشو اگه بگیریم تمومه، خیلی ایزی تمومه. ولی خب شما بچه های یکم تایم لپس ببینید تا من برم و برگردم. خب بچه من دوباره برگشتم. همین فاصله که من رفتم اومدم، نیروها واقعا پیشروی خیلی خوبی داشتن. علاوه بر اون، بخش‌های خیلی زیادی از آمریکا الان دست ماست. ولی باگ قضیه کجاست؟ باگ قضیه اونجاست که مرز ما خیلی بزرگ شده و ما الان باید توی مرز کانادا هم نیرو داشته باشیم. سر همین موضوع از این جبهه ها زیر فشاریم متاسفانه. ولی خب اصلا نگران نباشید، همه دشواری ها رو من حل خواهم کرد. البته الان دیگه امریکا واقعا ضعیف شده از لحاظ نیروی دریایی. همونطور که میبینید الان دیگه دریاها زردن، این قدیم قرمز نیست، البته قرمز شدن نیروی دریایی. کدوم گورستونیه اینطوری داره مقاومت میکنه؟ نمیدونم دقیقا نیروی دریایی کدوم گورستونیه، ولی از حق نگذریم بچه، یه برتری ما پیدا کردیم که دیگه واقعا اصلا برتری مشخصه. اون تایمی که مثلا سر جنگ جهانی سوم ما با آلمان نازی و ایتالیا وارد جنگ شدیم، اگه یادتون بیاد اون زمان ما برتری خاصی نداشتیم. آلمان نازی هم قوی بود، ما هم قوی بودیم و خب این وسط باید میدیدیم که آیا زورمون میرسه یا نمیرسه. الان ولی واقعا مشخصه، اصلا نتیجه جنگ مشخصه، امریکا اسکل بازی داره در میاره. اصلا انتظار نداشتم انقدر ضعیف باشه امریکا. البته اینجا کلی نیرو دارن میارن بالا سر ما، ولی بازم ضعیفن. تمام، پایتخت امریکا امریکا کلا خودش هم سقوط کرد، یعنی هم پایتخت امریکا سقوط کرد، هم خود امریکا سقوط کرد. بسیار عالی. یه استراتژی دیگه در رابطه با کانادا به نیروها میدیم، کانادا رو هم بگیرن. تمام، یعنی کمتر از یک ساعت ما کل اینا رو گرفتیم. کانادا رو هم بزنیم، بریم بالا سر کولومبیا و ونزوئلا، اینا رو هم بزنیم دیگه، جنگ جهانی تموم کنیم. امیدوارم اینا خودشون تسلیم بشن، واقعا همین، این زحمت انتقال نیرو رو گردن من نندازم. و واقعا امیدوارم در مسیر دریا برای این نیروها مشکلی پیش نیاد. والله ریلوی گان ها که واقعا دارن میرن و میان. چی شد؟ جنگمون تموم شد؟ جنگمون با کجا تموم شد؟ اوکی، کولومبیا و ونزوئلا بچه تسلیم شدن به کل. نایس واقعا، من الان داشتم نقشه میکشیدم برم خاک اینا رو بگیرم، خدا رو شکر خودشون تسلیم شدن، ما هم هر خاکی که باشه رو کامل خواهیم گرفت بدون هیچ گونه شوخی و تعارف و نمیدونم اینجور چرت و پرتا. هر گورستونی در این دنیا باش، تمام، کانفرم اگزیت، تمام، پایان جنگ جهانی چهارم به رسمیت، به رسمیت جنگ جهانی چهارم تمام شد و کلن همه جنگ ها تمام شدن و الان در این جهان یه قدرت بیشتر وجود نداره، اونم ایرانه. واقعا از دیدن این صحنه بچه لذت میبرم. بعد از 18 پارت، واقعا چیز کمی نیست، بعد از 18 پارت الان به نحوی میشه گفت دنیا کلن دست ماست. خب از طرفی هم بچه انتظار داشتم این جنگ آخرمون جنگ سختی باشه که دیگه لذت استفاده از تمام قدرتمون رو ببریم. من برای مثال مسیر امریکا فقط با 5 تا از کاماندرام جنگیدم و واقعا انتظار داشتم که فشار خوبی بتونن رومون بیارن، بتونن دهنمون رو سرویس کنن، نیاز باشه نیرو بیاریم، هی نیاز باشه هواپیماهامون رو بیاریم روی کار، نیروی دریایی بیاریم، ولی اصلا اینطوری نبود و واقعا راحت تونستیم شکستشون بدیم. چرا؟ چون کانادا و امریکا خودشون دیگه فرسوده بودن، 4 تا جنگ جهانی رو پشت سر گذاشته بودن. بچه ها اصلا چیز کمی نیست، ما از زمان قاجار این سریو بچه ها داریم پلی میدیم، اصلا چیز کمی نیست. یعنی اون زمانی که ما استارت این بازی رو زدیم سال 1800 بود، کی بود؟ الان سال 1957 و 150 سالی است که توی این بازی و همه قدرتی هم که داریم توی این یک قرن به وجود اومده. هیچ وقت یادم نمیره اون روزای اول که کلا مملکتمون هیچ مرزبانی نداشت و کشورهای مختلف سرشون رو مینداختن راحت میومدن و میرفتن.
این پارت آخر بازی آرتس آف آیرون نیست، احتمالاً پارت بعدی قراره که پارت آخر باشه. پس برای پارت آخر ازتون میخوام برام توی کامنت ها بنویسید که دوست دارید چی کار کنم. چیزای منطقی بچه بنویسید لطفا، مثلا این که بگید برم کشورهای دیگر هم بگیره، این دیگه واقعا کار لذت بخشی نیست. قبلا هم این کار رو کردیم و کلا کار جذابی نیست. الان گرفتن این کشورهای افریقایی برای ما چه سودی دیگه داره؟ گرفتن کشورهای امریکای جنوبی چطور؟ هیچ سودی دیگه برای ما این کارها ندارن. ولی خب به هر حال ازتون میخوام برای پارت بعدی حتما توی کامنت ایده بدید، بگید که دوست دارید چیکار کنیم. حالا یکی دو تا جنگم اگه بخواید میکنم براتون برای پارت بعدی. اگه میخواید مثلا سوئدو بزنم، سوئیسو بزنم، اینا رو اگه میخواید بزنم بگید، برای پارت بعدی انجام میدم. ولی خب بچه در نهایت خیلی ازتون ممنونم که این ویدیو رو دیدید و منتظر پارت بعدی حتما باشید و تا ویدیوهای بعدی. سی یو.